همونطور که در تصویر میبینید خلک های ساد از پایین بالا شماره گذاری شدن و کوکی که هر کدوم از نابرد داشته باشه در مقابلش نوشته شد. خلک های دوم، سوم، ششم، هفتم و نهم نوت های بکار ما هستن که خلک هفتم فقط سفید و پشت خلک بکار میشه. خلک های اول، چهارم و هفتم کرون کوک میشن که هفتم فقط زرد و چهارم سفید و زرد. و خلک های پنجم و هشتم خلک های بمول ما هستن که خلک چهارم پشت خلک هم بمول کوک میشه. عددی که روی تیونر میبینید برای کوک کردن اون سه دسته نوت باید تغییر کنه. الان با عدد 440 ما نوت های بکارون رو کوک میکنیم. زمانی که بخوایم نوتای بمول رو کوک کنیم سه تا از این عدد کم میکنیم و با عدد 437 نوتای بمولمون رو کوک میکنیم و زمانی که بخوایم نوتای کرون رو کوک کنیم این عدد رو منهای 13 میکنیم و با عدد 427 نوتای کرونمون رو کوک میکنیم. طبیعتا میتونن این اعداد به یک اندازه و با یک مقیاس پایین و بالا بشن. به عنوان مثال برای نوت‌های بکار من الان دو نوت ر رو انتخاب کردم تا یه دونه از سیماشو کوک کنیم و بررسیش کنیم. خب چون از مجموعه نوت‌های بکار هست عدد کنار رو باید روی عدد 440 هرتز بذاریم. وقتی که به سیم ضربه می‌زنم باید در این قسمت نوت ر رو به ما نشون بده. اگر این نشانگر کمتر از حد معمول باشه باید اونو سفت کنیم در جهت عقربه های ساعت تا به اون نوت مربوطه برسیم و اگر بیشتر از حد معمول باشه یعنی رو به جلو باشه باید گوشیمون رو شلتر کنیم برخلاف عقربه های ساعت و به نوت مربوطه نزدیک بشیم. برای نوت های بمول فرکانس تیونر رو روی 437 تنظیم میکنیم و وقتی که ضربه میزنیم در زاویه بالا حالا تیونر مختلف فرق میکنه باید نوت مربوطه رو به همراه علامت بمول به ما نشون بده. و نشانگرمون سبز باشه. اگر مجدداً اینجا این نشانگر رو به جلو باشه خب باید سیم شلتر بشه و اگر عقب‌تر از حد مجاز باشه سیم رو باید سفت‌تر کنیم تا به اون نوت مربوطه نزدیک بشه. برای کوک کردن نوتایی که کرون هستن عدد کنار صفحه نمایشگر روی 427 یا منهای 13 می‌کنیم. اینجا باید این سری نوتی که به ما نشون میده بدون هیچ علامتی باشه. به عنوان مثال میخواید نوت می کرون رو کوک کنید باید خود نوت می رو به ما نشون بده. و مجددا نشانگر ما باید روی سبز باشه. نکته بسیار مهمی که هست اینه که باید دقت بکنید هر سیم به چه گوشی منتهی میشه و اشتباهاً گوشی که مرتبط با اون سیمی که به هیچ ضربه میزنید نیست رو تغییر ندید که احتمال پارگی سیمتون هست. سیم بالا به گوشی پایین متصله، سیم دوم به دومین گوشی از پایین، همینطور سیم سوم و سیم چهار. بهتر قبل از اینکه فرآیند کوک رو شروع کنید روی هر سیم این 4 تا سیم رو به هم دیگه نزدیک کنید، روی خرک در حد چند میلیمتر تکون بدید و مجددا این سیم رو از هم باز کنید تا کوک شفافتری حاصل شود. در صورتی که نوتای سفید رو با دقت کوک کرده باشیم نوتای پشت خرک خواه نخواه خودشون کوک میشن. در اینجا با کوک کردن یک سیم میخوایم چند نکته رو بررسی کنیم. اولا که نوت ما نوت دوه و اینجا نشانگر ما نوت پایین تر رو داره نشون میده، پس باید سفتش کنیم تا به نوت بعدی برسیم. ضربات متوالی و پشت سر هم و همینجور نشانگر رو چک میکنیم تا به نوت دو برسیم. همینطور نوت سیم بعدی
آخر بیش از اندازه سفته، پس باید شلش کنیم. برمیگردیم عقب و مجدداً نوت مربوطه نزدیکش میکنیم. ضربات متوالی.